کنفرانسی فرهنگی با عنوان ارزش استثنایی حرم امیرالمومنین علی علیه السلام برای آمادگی درجه از قرار گرفتن این حرم مطهر در لیست میراث جهانی یونسکو توسط آستان مقدس علوی برگزار شد. هاشم محمد الباججی از مسئولان این آستان مقدس گفت در این کنفرانس نقاط مثبت و منفی این طرح که در 10 سال قبل مورد بررسی قرار گرفته بود مجددا بررسی کردیم. وی ادامه داد اماکن مقدس فراوانی در جهان اسلام وجود دارند که به لیست میراث جهانی یونسکو وارد نشدند. با آنچه ما در پیش گرفته ایم به خاطر جایگاه والای حرم مطهر علوی و میراثی است که باید مانند گذشتگان برای آیندگان نگهداری کنیم. دکتر علی ناجی استاد دانشگاه کوفه از شرکت کنندگان در این کنفرانس گفت معیارهای متعددی وجود دارد که یک مکان تاریخی باید آن را دارا باشد تا در لیست میراث جهانی یونسکو قرار گیرد و ما دریافتیم که حرم امیرالمومنین علی علیه السلام از آنها بهره‌مند است. وی افزود این مکان مقدس از ویژگی‌های زیادی از جمله اعجاز فلکی، زاویه طلوع خورشید، ایوان طلا، طلاکاری و آینه‌کاری برخوردار است و علاوه بر همه اینها نمونه بی‌نظیری در هنر معماری است که به دوره‌های زمانی مختلف تاریخی باز می‌گردد. شایان ذکر است در این کنفرانس لیست میراث جهانی سازمان یونسکو، معیارهای مورد نیاز برای میراث جهانی و معرفی ارزش جهانی و استثنایی حرم مطهر علوی مورد بحث قرار گرفت.